جلسه استماع کنگره آمریکا، رژیم ایران نقشی زیانبار در یمن ایفا می کند. وزیر خارجه آمریکا: هدف ما اخراج رژیم ایران از سوریه است. پاسدار لاریجانی: نباید در شرایط کنونی به مشاجرات سیاسی دامن زده شود. در جلسه استماع کنگره آمریکا، مک کال نماینده کنگره گفت: رژیم ایران نقشی باور نکردنی و زیانبار در منازعه یمن ایفا می کند، به این صورت که به شبه نظامیان حوثی موشک‌های بالستیک می دهد. سازمان ملل نیز گزارش کرده است رژیم ایران قطعنامه شورای امنیت را با حمایت از شبه نظامیان حوثی نقض کرده. ما باید ببینیم چطور آمریکا و متحدانش می توانند به طور مؤثری به نقش رژیم ایران در بحران یمن پاسخ دهند. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ائتلاف جهانی علیه داعش گفت: هدف ما در سوریه تغییر نکرده است. یک راه حل سیاسی هماهنگ با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و برچیدن تمامی نیروهای تحت رهبری رژیم ایران از سوریه از اهداف ماست. این مأموریت ماست و تزلزل ناپذیر است. پاسدار علی لاریجانی، رئیس مجلس ارتجاع، گفت: نباید در شرایط کنونی به مشاجرات سیاسی و حواشی دامن زده شود. دشمنان به دنبال دامن زدن به اختلافات ایران با کشورهای دیگر و همچنین منزوی کردن جمهوری اسلامی هستند و کنفرانس لهستان نیز در همین راستا از سوی آمریکا دنبال می شود. بعید می دانم که این کنفرانس آخرین اقدام آمریکا در این رابطه باشد. روزنامه حکومتی وطن امروز نسبت به بیانیه اتحادیه اروپا و تحریم رژیم به خاطر حمایت آن از تروریسم سوز و گداز کرد و نوشت: طبق این بیانیه اتحادیه اروپا از فعالیت‌های خصمانه‌ای که رژیم ایران در خاک چند کشور عضو انجام داده عمیقاً نگران است. موضوع بمبگذاری در همایش مجاهدین در فرانسه، بازداشت غیرقانونی و 7 ماهه اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی مستقر در اتریش را به دنبال داشت که به رغم نبود هر گونه سند و مدرکی کماکان ادامه دارد. رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی برای دومین بار در ویتنام دیدار می‌کنند. دونالد ترامپ در گزارش سالانه به کنگره اعلام کرد محل این دیدار ویتنام است و تاریخ این دیدار روزهای 7 و 8 اسفند خواهد بود. ترامپ گفت آمریکا به تلاش برای برقراری صلح در شبه جزیره کره ادامه می‌دهد. دیدار قبلی رهبران دو کشور خرداد ماه در سنگاپور برگزار شده بود. کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز چهارشنبه پروتکل عضویت کشور مقدونیه در این پیمان را امضا کردند. به رغم تایید ینس استولتنبرگ، دبیرکل و نمایندگان دائمی 29 کشور عضو ناتو، مقدونیه برای عضویت کامل میبایست تا تایید تمام مجالس کشورهای عضو این اتحادیه و انجام برخی فرایندهای رسمی در انتظار باقی بماند، هرچند تا آن زمان به عنوان کشور مدعو در جلسات این پیمان حضور خواهد داشت.